بندازش. من از همون اولش هم از این دختر خوشم نمیومد. تو چطوری خودت راضی کردی سحر رو بدی دست اون؟ برای اینکه کسی مطمئن تر از اون سراغ ندارم. شناسنامه رو برداشتی؟ برمیدارم. بعدشم تو اونو خوب نمیشناسی. اون در خلاف ظاهرش قلب پاکی داره. اه؟ معنی پاکی رو فهمیدی؟ تو رو خدا اینجوری صحبت نکن. من که میگم سحر رو با خودمون ببریم. تو مخالفی. مامان کجا میخوایم بریم؟ من مدرسه دارم. برات میگم دخترم، برای همینه که میگم اقلا یه جایی بذاریمش که دار و دسته شهرام ردی ازش پیدا نکنم. نمیدونم والا، فوقش یه هفته است. خیلی خوب باشه، کجا قرار گذاشتیم؟ ساعت 2 سراح تیموری. مامان کجا میخوایم بریم؟ بهت میگم دخترم. به جمعه. مامان بگو دیگه، من پیش کی میخوای بذاری؟ کلافم نکن به سهر، بهت میگم. مامان بگو دیگه. اشغاله. من باور نمی کنم. چرا با من اینطوری کردی؟ تو نمیتونی با من این کارو بکنی. نمیتونی. امکان نداره. من از اول بهت گفته بودم که مسافرم. تو همه چیزو جدی گرفتی. تو کی گفتی؟ بارها و بارها گفتم. یادت رفت؟ من فقط اون حرف و قول و قرارو یادمه. نمیدونم. نمیدونم به چه زبونی حالت کنم. دست از سرم بردار. من نمیتونم این زندگی رو تحمل کنم. من از این زندگی خسته شدم. خیلی خوب، بذار منم همراهت بیام. هر جا که بری باهات میام، هر طور که بخوای باهات زندگی میکنم. نمیشه. خودت خوب میدونی که نمیشه. من میدونم به خاطر کیه که نمیشه. بدون، برای من هیچ فرقی نمیکنه. همین؟ آره همین. تو هم انقدر احساساتی نباش. قد مرسی، خوب بود. بیا دوربینه جمع کن. اون خانم دوباره دیگه هم تلفن زد. Thank you.
چرا نیومد؟ بدون کیفا. مامان، پس من کی میرم مدرسه؟ امروز که نرفتم، باید بیای به معلمون بگی ها. داریم میریم مسافرت. از اونجا بهش زنگ میزنم. میخواییم بریم پیش مامان بزرگ؟ تو میری پیش دوست من. اونجا بهت خوش میگذره. مامان، تو هم میای؟ نه عزیزم، تو تنها میری. مامان، من میخوام تو هم پیشم باشی. مگه من کار بدی کردم؟ نه دخترم، نه. اومد. بریم سر. بجم. بودو. بودو. اون اسات حتما همراهشون بوده. پیش دختر است. منو کجای بری؟ میخواد برم پیش مامانم. بس ساکت باش. بذار در بره. به
پیش به چپ، به چپ. زمین. برگرد عقب، برگرد عقب. برو بزن. برو بزن. گفتم آروم‌تر. شناختیش؟ نه، نشناختم. فکر میکنم تو خیابان نادری پیداش کنه. برو خیابان نادری. بله؟ سلام. نه امشب نمیتونم بیام. چند روزم شما کار تعطیل کنید. خب میتونی صحنه های شمالو بگیریم. بله. خداحافظ.
الو، آتش نشانی؟ آقا خونه همسایه ما آتیش گرفته، الان همه جا رو آتیش میگیره. بله آقا، بله. بفرمایید یادداشت کنید. خیابون مه، کوچه اول، پلاک 14. خیلی ممنون. الو کلانتری؟ آقا تو کوچه ما دارن تیراندازی میکنن. نه آقا، دوز نیستن، خرابکارن. الو اورژانس؟ آقا تو کوچه ما دارن دو نفر جون میکنن. نه آقا، ماشین زد در رفت. آقا تو رو خدا به دادشون برسید. دست خوردی. الو مریم، خودتی؟ سلام، مینا هستم. همین دور و برا. نه نزدیک خونه شما. باشه، خب دیگه گفتم یه احوالی بپرسم اگه خونه بیام پیشت. نه حالم خوبه. نه چیزی نشده. شوهرت خونه هست؟ خب خوبه، الان میام. خدافظ. کجایی؟ رابیو من باید پیش مامان بزرگم. فکر میکنی خوشم میاد که تو پیشم باشی؟ به خاطر قولی که به مادرت دادم مجبورم تحملت کنم، پس خودتو لوس نکن. اگه نمیخوای با من بیای برو. نایمده بودم که اونو تونم برده بودن. تو ترسویی، ترسو. تو با مامانم هم یه واردی. منو کجا واردی؟ ساکت باش. ببینم.
سلام. سلام. چه عجب. پارسال و سمسال آشنا. هیچ معلوم هست تو کجایی؟ تعارف نمی کنی بیایم تو؟ چرا؟ بیا تو. قرار شد بریم اصفهان، ولی بازم همون سردرد قدیمی اومد سراغم. حسین خودش با بچه ها رفت، من حال حوصله‌اش رو نداشتم. سر جون شیکاکاو تو بخور. نمیخوام. بچه دوستمه، مادرش گرفتار بود، یه هفته گذاشتش پیش من. گفتی کی شوهرت میاد؟ فردا بعد از ظهر. امشب که برنامه نداشتی نه؟ چطور؟ خب گفتم اگه مزاحم نیستیم امشب اینجا بمونیم. خوشحال میشم. بعد از فوت مامان و بابا قرار بود بیایی با ما زندگی کنی، یادته؟ مریم تو رو خدا این بحث قدیمی رو پیش نکش، اینجوری برای هر دوی ما بهتره. اصلا تو میدونی چی کار میخوایی بکنی؟ بازیگری هم شد شغل؟ اینم زندگیه که برای خودت درست کردی؟ مطمئن باش اگه بابا و مامان زنده بودن هیچ وقت نمیذاشتن تو رو قدم بذاری. مریم تو رو خدا ول کنین گله گذاری ها رو. میخواستی با بهروز ازدواج کنی چی شد؟ من نمیخواستم، بهروز میخواست. سهر جون عزیزم چی شد؟ برم کن همه شخصی رو تو بود که مینا جریان این دختره چیه؟ نپرس مریم، نپرس، نپرس. بیسکویت چیز؟ ببخش. یعنی حسین برگشته؟ نمیدونم، بذار ببینم. دختره رفته؟ چی؟ سحر زود باش بیارش تو. سحر، سحر جونم، تو خوبی؟ من خیلی دوستت دارم، برای همین نمیخوام بری تو خیابون گم بشی یا اونو بیام بدون.
دوستنت. میفهمی؟ من و مامانت خیلی با هم دوست بودیم، خیلی، از خیلی قدیما، از وقتی که قد تو بودی. اما اگه واسطه بودیم اونا به ما هم تیراندازی میکردن. سحر دختر خوبی باش، تو رو خدا به من کمک کن. دلم برای بابا مامانم خیلی تنگ شده. یعنی اونا الان کجا؟ من نمیدونم، نمیدونم. اصلا مامانم خون میومد، دردش گرفته بود. چرا نمیریم دنبال بابا مامانم؟ خب آخه اونا دنبال ما هم هستن. اونا کیان؟ نمیدونم. چرا به پلیس نمیگی؟ پلیس میاد اونا رو میگیره. نه سهر، نه، پلیس هم نمیتونه کاری بکنه. پس اگه اینطوره ما به کی بگی؟ به هیچ کس، هیچ کس. من تنهات نمیذارم. من اینجا. نترس عزیزم. تکلیف چیست؟ آیا باید همانند آنها دست به اسلحه بریم یا بی تفاوت بمانیم و یارانمان را از دست بدهیم؟ چگونه میتوانیم کشتار وحشیانه را متوقف ساخت؟ ما به این نتیجه رسیدیم که دست به افشاگری بزنیم و برای افشای آنها مدارک و عکس ها همچنین نوار را به اطلاع عموم مبارزین برسانیم. ارتباط با نون ساد سبت نادر صابری. الو. ببخشید اونجا کجاست؟ با کی کار داری؟ بایگانی. خوشی. بفرمایید. الو. ببخشید با آقای صابری کار داشتم. بفرمایید، خودم هستم. ببخشید اسم کوچیکتون آقای نادر صابری. بله بله. حالتون خوب آقای صابری؟ خیلی متشکرم. ببخشید من یعنی شما یه امانتی یه بسته پیش من داری. گفتی یه بسته؟ من اصلا متوجه نمیشم. شما کی هستی خانم؟ اجازه بدین خدمتتون برسم، حضوراً توضیح میدم. بسته از طرف کیه؟ الو؟ الو؟ از طرف آسیه رضوی. میشه بپرسم شما اونا رو کی دیدی؟ دیروز بعد از ظهر. سهر پیش شماست؟ بله بله، اونجاش امنه. خانم میشه لطف کنیم به من بگین شما کی هستی؟ به من اعتماد کنید آقای صابری. میتونین همین الان بیاین اینجا؟ اونجا؟ بله خانم. شما رو تلفن من کی بتونه؟ خب تو دفترچه آسیه بود. پس من منتظرم.
ببخشین کجا باید بیام؟ اداره مرکزی ثبت احوال. بلدین که؟ بله. منتظرتون. خدا نگهدار. سلام. سلام. بفرمایید این خدمت میرسم. من شما رو یه جایی دیدم. بله بله خانم اخوان. مشکل شناسنامه‌ای دارین؟ آقای نادر صابری؟ بله خودم هستم. من نیم ساعت پیش تلفن زدم. یادم نمیاد. قرار بود یه بسته به شما بدم. بسته؟ بله. از طرف کی؟ آسیه رضوی. گفتین آسیه رضوی. تا حالا اسمی از شما نیامده بود. خب چرا شما؟ خب سر پیش منه. شما اونا رو خوندی؟ بله. پس میدونیم ما داریم چی کار میکنیم. نه اصلا ناقص بودن، چیزی از اونا نفهمیدم. بقیهش اینجاست. همراهتونه؟ فکر نمیکردم ببینمتون. کجاست؟ جاش امنه. اینجا جاش امن‌تره. امروز قبل از تعطیل شدن اداره برسونیدش به من. نادر میدونم کجاست. تا شب پیداش میکنم. روشن آدم میکشن. صد دفعه بهش اخطار کرده بودم مواظب باشی.
بیچاره ساده چطوری به این تو کجایی؟ کجا برم؟ خونه مریم. دیشب اونجا بودی؟ برای چی؟ مگه شوهرش نیست؟ تو چرا چرا؟ نه سلامتی من پسر عموتم. نمیخوای به من بگی؟ حرف بزن میدم. چرا انقدر مضطربی؟ کاش فقط پسرمون میمون یه دست از این عشقای شقیات برمیداشتی. مینا به منم نمیخوای بگی چی شده؟ سلام، کجا بودی تا حالا؟ مگه چی شده؟ چی میخواستی بشه؟ کلافم کردیم بچه به زور تونستم بخوابونمش. من نمیدونم تو چی کار کردی و چی کار داری میکنی و این دختر کیه. نمیخوامم بدونم، اما اینم نمیخوام بعد از چند سال که اومدی اینجا زندگی منو از هم بپاشی و همه چی رو خراب کنی. ما فکر میکردیم تو این مدتی که نیستی افتادی تو خط بازیگری و سینما و به خاطر همین چیزا از ما بریدی و با ما نمیجوشی، تافته جدا بافته شدی. اما هرگز نمیتونستم فکر بکنم که خرابکار بشی و بیفتی تو این جریانات. تو چی داری میگی؟ کدوم جریانات؟ خرابکار کیه؟ من از تو جواب نمیخوام، فقط ازت خواهش میکنم، خواهش میکنم تا حسین نیامده زود از اینجا برو.
ببخشید یه اتاق دو تخته می‌خواستم. رزرو کردی؟ نه خیر. بفرمایید. متشکرم. از در که وارد شدیم من فکر کردم خانم مینا اخوان هستی. چطور؟ خیلی شبیه اون هستم؟ ببخشید، شناسنامه پیش شوهرمه، به زودی میرسه. خواهش میکنم. بفرمایید، اتاق 206. متشکرم. بیایید. سلام. تعطیل دخترم. کارت چیه؟ مشکل شناسنامه‌ام. برو چند روز دیگه بیا. بله. رئیس عمرشو داد به شما. تهران زنگ میزنم. میشه همیشه یه بندر صدا کنی؟
نه نه گوشی دستم بید. ببخشید مزاحم شدم. الو باشی سلام کیف احوال نوار نیو یافتسوز شاخلر نزدیلر ساق olasan الحمدلله بسته ایلر سلامناری بار یو یو هوا دا یاخسی دی هلی هلی بی جوردی دای از جلسه مخفیانیان به دست آمده حکایت از یک تصویه خونین درون تشکیلاتی می کند. هر کس اندیشه مذهبی دارد اگر اصلاح شود پذیرفته می شود، وگرنه همه باید معدوم شود. اسامی افرادی که مرگ آنها قطعی شده: مجید شریف، آسی رضوی، نادر صابری. خدای من، آنها همون کاری میکنند که اکنون پلیس با مبارزین میکند. برای جلوگیری از جنایت‌های آنها باید اهداف عمل کرده این فرصت طلبان افشا کردند و به اطلاع مبارزین داخل و خارج کشور برسند. آنها اعلام کردند هر کس با ما نیست باید از بین برود و به این گفته نیز عمل کردند. خدا به کمکم کن، کمکم کن. آخه چرا من، چرا من؟ خدایا ممنون. صبح بخیر. سلام. سلام کربلایی.
بچه تو اتاق نیست. کدوم اتاق؟ شماره اتاقتون چنده؟ نمیدونم 206 207 نمیدونم آقا. ببخشید خانم من خبر ندارم، باید از شیفت شب بپرسم. خب من شیفت روزم. خب خب بریم ببینیم هست. بله. برین آقا. خانم اخوان شما دیشب کجا بودین؟ دخترتون راه افتاده بود تو راه رو، مرتباً صداتون میکرد. خواستین به پلیس زنگ بزنیم، گفت نه مامانم زود برمیگرده. ولی من چون مطمئن شدم چمدونتون هنوز تو اتاقتونه فهمیدم که برمیگردین. خب حالا کجاست؟ گویا شما دیشب تو اتاقتون نبودین، بهتر بود به ما میگفتین کجا تشریف میبرین خانم اخوان. وقتی آدم میمیره کجا میره؟ چی؟ گفتم وقتی آدم میمیره کجا میره؟ خب نمیدونم، یه جای خوب. مثلا کجا؟ مثلا تو آسمان. چجوری؟ مثل مسافرت کردن میمونه، یه سفره. سفر؟ با مامان منم میخواستم برن سفر. عزیز دلم، عزیز نازم، سلام. آخه این چه کاری بود که تو کردی؟ داشتی راحت زندگی تو میکردی؟ اینا تو رو چه به سیاست؟ حالا چه کار میخوای بکنی؟ اولش میخواستم یه جوری از شر این ماجرا خلاص شم، اما الان دیگه نمیتونم، یه جوری آلوده این جریان شدم. من و آسیه با هم دورانی داشتیم، درسته که مدتی از هم بیخبر بودیم، اما دوستی ما ریشه دارتر از این حرفا بود. خب اینا درست، ولی حقه که تو زندگی تو برای کسانی که میگی خودشون به جون هم افتادن به خطر بندازی؟ تو اصلا این وسط چی کاره ای؟ بل کن بابا. من خیلی به تقدیر معتقدم. یعنی چی؟ احساس میکنم یه جوری انتخاب شدم، بهروز مدارکی که دست منه. خیلی به خاطر این مدارک کشته شدم. بابا این مدارکی بده بهشون، جون خود تا جون این بچه رو خلاص کن. بهروز چقدر این حرف تو تکرار میکنی؟ تو اصلا حال و روز منو نمیفهمی. ببین تو باید کمک کنی که من، ببین
الان هم اونا هم پلیس دنبال منن. این سند جنایت اوناست. من باید اینا رو منتشر کنم. تو زده به سرت. تو آمد کمک کنی که من از ایران برم. چی؟ کمک کنم که بری؟ خواهش میکنم بهروز. پدرت آژانس مسافرتی داره. تو خیلی راحت میتونی این کارو انجام بدی. نه؟ شما رو میذارم خونه، خودم میرم دنبال بلیط و پاسپورت. سعی میکنم توی این یکی هفته رایتون کنم برید. نه، خونه شما نریم بهتره. بزنم اوتا مشکوکی؟ این چه حرفیه؟ نمیخوام حالا که حسابی رد گم کردم سر نخی جا بذارم. از کجا میخوای بری؟ یه جای امن میشناسم، خونه یکی از دوستان. مطمئنه؟ آره، از دوستان دوران دبیرستانه. شاید تونستم برای همین فرد پس فرد جورش کنم. من امشب با تماس میگیرم. باشه، منتظرم. خدافظ. خدافظ. خونه خاله فریبا. سلام بابا، چطوره؟ بد دیگه، حسابی خسته شده، زمینگیر زمینگیر شده. باور کن دیگه همه رو کلافه کرده، مرتب بهانه میگیره. مامان چی؟ اونم دنبال قروفه رو دوست داشته. میگه واسه چی خودم رو پای شما پیر کنم؟ رفته با دوستاش دنبال خوشگذرونیش. چی بگم اینا؟ ازم خیلی به هم ریخته است، حوصله هیچی رو ندارم. چه دوره ای داشتی؟ خوب یادمه. چقدر زود گذشت. چطوری سحر جون؟ چرا ساکتی؟ آسیه نگفته بود که هنوز هم دیگر رو میبینی؟ تا دو سه ماه پیش مرتب هم دیگر رو میدیدی. خیلی عجیبه، پس چرا سحر پیش منه؟ نمیدونم. فریبا، دوای منو گرفتی؟ من بیام این موقع فکر نکنم که. نه، تو بشی. سلام. هیچ معلومه کجای فریبا؟ صد تا داروخونه رو گشتم تا تونستم قرصای بابا رو پیدا کنم، اونم با پارتی بازی. تا سرد نشدی بخور. ممنون. خواهش میکنم. راستی فریبا، من هرچی گشتم نبود، میتونم یه تلفن بزنم؟ چرا که نه، یه دقیقه صبر کن. ممنونم. میخوای من برم بیرون؟ نه نه. الو بهروز، سلام، چطوری، خوبی؟
نه نه راحتم. چی شد؟ حدس می زدم. حالا چی کار کنم؟ باشه باشه نمیام. یه لحظه گوشی. فریبا تو فردا تا زور کجایی؟ خونه هستم، کاری نداره. میتونم سهر رو بذارم پیشت برم؟ باشه، عیبی نداره. بهروز، من ساعت 8 اونجا. خدافظ. با یه اسم دیگه و دو تا شناسنامه جعلی بازم نمیشه؟ چرا میشه؟ ولی وقت میبره. جعل شناسنامه و پاسپورت حداقل 2 هفته طول میکشه. باید صبر کنی. نمیتونم. یعنی هیچ راه دیگه ای نیست؟ چرا؟ از طریق دریا. چطوری؟ میری بندر عباس، سوار لنج میشی، میری کویت. بعدم از اونجا هر چی خواستی برو. مطمئنه؟ تو که خیلی به خودت مطمئنی. گوش کن. یه ناخدا هست که تا 10-12 از مشتریایی که میخواستیم قاچاقی ردشون کنیم فرستاده اون برا. از چی میترسی؟ تو که خیلی شجاعی. نه بهروز، نه. من نمیخوام تو وارد این ماجرا بشی. فکر کردی تو این موقعیت میتونم تنهات بذارم؟ تو هیچ وقت نتونستی منو بشناسی، حتی سعیم نکردی. اینو بدون، من به این راحتی ها تو رو از دست نمیدم. تو هم اینو بدون، من فقط به عنوان پسرمو ازت کمک خواستم. اگه میدونستم تو دوباره میخوای. تو الان بیشتر از هر موقع به من احتیاج داری، منم به تو. سهرم میتونه با ما زندگی کنه. ببین بهروز، من الان تو وضعیتی نیستم که بتونم در این مورد حتی فکر کنم، چه برسه به تصمیم. تو میفهمی؟ امیدوارم تا موقع پرواز بتونی تصمیم بگیری. منم که نمیخوام به زور. بلیط بندر عباس کی میتونی جور کنی؟ بلیط آماده است، ساعت 6 عصر همین امروز. نگهدار. چی شده؟ هیچی. برو. الو فریبا، سلام، چطوری؟ ببخش من اینقدر مزاحمت میشم. حسابی از کار زندگی افتادی. خواستم بگم نهار میگیرم میام. سحر چطوره؟ چی؟ تو چی گفتی؟ تو چی کار کردی فریبا؟ من بهت اعتماد کردم. اونا کیان؟ بالاخره کار خودشونو کردن ها. الو بله، شما گوش کنید آقا. ببینید، نه من شما رو میشناسم نه شما منو. کاری هم به کارتون ندارم، پس کاری هم نکنه که بعد از اینی که هست بدتر بشه. اون اسناد به درد من نمیخوره، فقط خواستم ببینم چیه که اینقدر براتون مهمه.
بله فهمیدم. چیکار کنم؟ باشه من حاضرم. برای من سحر مهمتره. نه مطمئن باشی تنها میام. فقط اگه یه مو از سر اون بچه کم بشه بذارید بنویسم. چرا اونجا؟ الو؟ 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 چی شده؟ فکرشم نمی کردم با اونا باشه. کی؟ دوستت؟ بالاخره کار خودشو کرد. چی کار کرده؟ اونا سحر رو نگه داشتن. قرار من اسناد رو بهشون بدم تا اونو آزاد کنن. قبل از هر تصمیمی بهتر یه کپی از روش بگیری. نه، اگه 100 تا کپی از روی اونا بگیرم براشون فرقی نمیکنه. مهم اون اطلاعاته که نباید به دستشون برسه. چه ساعتی قرار گذاشتی؟ 6 ساعت بیشتر به پرواز نمونده. من بدون سر هیچ جا نمیرم. تو چی فکر کردی؟ فکر کردی اینجا هم سینماست؟ اونا آدمکشای حرفه‌ای هن. آدمکشای حرفه‌ای. خفشو بچه. خفشو. ماشین اومده. آروم. که زودتر اومده. آروم ده. انگار کسی توش نیست. مطمئنی ماشین دختر است؟ آره درست سر جاش بایست. برو پایین ببین چه خبره. شو دیوونگی نکنی دختر. فکر کردی داری فیلم بازی میکنی؟ ببرش بیرون. نشون بده.
را بیافت. لازم شد بکشینش. شب دیگه برو برو دنبالش سویش برده. نمیدونم ولی خیلی دوستت دارم. میشه بهت بگم مامان؟
حالا از من باید بری؟ اونا که کشته شدن من باید اون اسناد رو منتشر کنم، فقط اونجا میتونم. سعی میکنم تا چند روز دیگه کارامو جور کنم بیام پیشت. باش، اونجا منتظرم. هم بهروز شما هم بابا بیا. بعدم بسرم بچه اینو میدی به شاید، خودش میدونه چیکار کنم. بفرمید چکم بیا. خب دیگه خداحافظ. مواظب خودت باش. با امید دیدار.